دکتر فرامرز تمنا نامزد انتخابات ریاست جمهوری برای بحث بیشتر اینجا در استودیو با من است. آقای تمنا خوش آمدین به برنامه. سلامت باشین. چرا نگرانی های شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را پایانی نیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما، خدمت بینندگان ارجمند دارم. ما در حال مشق دموکراسی هستیم در افغانستان و طبیعی است که بعد از 19 سال احتمال می دادیم و امید داشتیم که این مشق ما دارای اغلاط املایی و انشایی کمتری باشه و ما کمتر اشکالات داشته باشیم برای نهادین سازی دموکراسی در افغانستان. طبیعی است نامزدها انتظار دارن که یک برخورد عادلانه و شفافی با بس آرای که مردم برشان داده بشود. ما ضمن از اینکه کاندیداهای ریاست جمهوری افغانستان هستیم، بخشی از پیشبرندگان چرخ مردم سالاری در افغانستان هستیم و نسبت به کسانی که به ما رأی دادن، ولو 10 رأی، 100 رأی، 1000 رأی یا هر میزان رأی که ما گرفتیم، ما نسبت به حفاظت از او آرا مسئول هستیم. یعنی هم نسبت به شهروندان، هم نسبت به آینده افغانستان و نسبت به آینده دموکراسی در کشور ما نگران هستیم. نگرانی که کاندیداها دارن از این جا منشأ میگیره. خب طبیعی، هر کس میخواهد که با کمترین تقلب انتخابات مواجه باشه، هر کس میخواهد که رأیش حفاظت بشه. کمیسیون مستقل انتخابات، ما در این مسئله با سایر دوستان خودم نظر نیستم. کمیسیون کار خود درست انجام داده. من فکر میکنم که کاستی های در کار کمیسیون هست که چند ابهامات هست هنوز نزد تیم ما که میشه روزی باز درتر صحبت بکنیم. ولی در کل شما از کار کردی کمیسیون تا اینجای کار راضی هستیم؟ ببینید، اگر ما بیاییم کمیسیون با یک کمیسیون مثل کمیسیون انتخابات هند یا نهادهای انتخاباتی در کشورهای دیگر مقایسه کنیم، بله کاستی های در کار کمیسیون هست. اما اگه ما انتخابات ریاست جمهوری مقایسه کنیم با انتخابات پارلمانی سال گذشته که فاجعه بود، اگر ما مقایسه کنیم با انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 که 5-6 میلیون رای تقلب شده، طبیعی است نسبت به اونا کار کمیسیون بسیار خوب بوده. ما درصدی از تقلب در تمام کشورها وجود داره و در افغانستان هم درصدی از تقلب هست. من فکر میکنم اگه تا 100,000 تقلب اگه در افغانستان بشه، آدم میتوانه بگه خیر، انتخابات خوبی بوده. ولی ادعات در حدود 1 میلیون رای تقلبی است. شما میگین که با وجود آرایی که بیرون کشیده شد، آرای دیگری هم مانده که تقلب باشه، سیاه باشه؟ بله، حدود 600,000 رای تقریبا باطل میشه در انتخابات. مجموعا اینا 600,000 رای است که افزون بر 500,000 که نه مجموعا، یعنی در تمام سیر انتخابات احتمالا حدود 600,000 رای باطل بشه، 600 تا 700,000، و او آرای تکراری هم جدا بشه. خب این آرای زیادی است، میزان زیادی است به یک کشوری که تمام رای دهندگانش حدود 2 میلیون رای بوده. اما من فکر میکنم که قبلا هم در انتخابات گذشته ریاست جمهوری یا پارلمانی هم همینقدر مشارکت کننده بود یا کمی بیشتر، دیگهش تقلب بوده. درست. چون مردم هنوز باورمند به رای، به انتخابات. ولی آقای تمنا، با حسابی که شما با خود دارین، حدود 100 یا کمتر و بیشتر از 100,000 رای دیگه هم باید بیرون کشیده شود که تقلبی است یا سیاست، بله، یا هم معیارهای بله رای دهی را نداشته. خب نگرانی در کجاست دیگر تقلب بیرون کشیده میشه؟ ببینید، درصدی از نگرانی تمام کسانی که در انتخابات برنده نمیشن همیست. بالاخره هر کس باید یک توجیه پیدا بکنه برای از اینکه بگه چرا ما باختیم، چون تقلب شده. در بین برخی از کاندیدا کسانی هستند که من فکر نکنم 1000 رای آورده باشند. درست. خب طبیعی است اینا متهم میکنن. ما نمیخوایم که تقلب بزرگ نمایی بکنم، نمیخوایم که کاستی های کمیسیون بزرگ نمایی بکنم، اما کاستی های در کمیسیون وجود دارد. مثلا وقتی که کمیسیون میگه که بس نبود اینترنت پرسرعت است، در قرن 21 از اینترنت پرسرعت گپ زدن و نداشتن یک نگرانی باعث نگرانی بشه، یک فاجعه است. شما در کابل بهترین اینترنت ها از تمام شرکت های مخابراتی وجود داره. این مسائل است که نگرانی افزایش میده که چرا سرعت کم اینترنت در کشوری که خدمات مخابراتی خوبی میتواند با پول زیاد ارائه بشه، این چرا اتفاق میفته؟ و شمارش آرا یک مسئله جدی است. من بارها گفتم
قرار بود 9 میلیون رای دهنده شرکت بکنن و تقویم انتخابات بر اساس میزان 9 میلیون بوده، اما وقتی که 2 میلیون اشتراک کردن بازم همون تقویم است و قرار است که 27 میزان یا حتی با تعویق با تاخیر اتفاق بیفته. خب این درست نیست و سایر نامزدها انتظار داریم که وقتی 2 میلیون رای دهنده است این تقویم هم تعدیل بشود. یعنی زودتر باید اعلام بشه. بله زودتر باید اعلام بشه. ولی آقای تمن، خب مشکلات فنی فکر میکنین که بر نتیجه میتونه اثرگذار باشه؟ که مطمئنا میگین نه، ولی حال انتظار است که یک نتیجه شفاف و همپذیر بیرون شوه از درون انتخابات، اگر تاخیر در کار باشه یا نباشه چی زیانی داره؟ ببینید هر چقدر که تاخیر میشه زمینه تقلب بیشتر میشه. ما سن و تقلب داریم در انتخابات افغانستان. یک تقلب پیش از انتخابات است که رای خریده میشه و لابی میشه و مردم فریب داده میشن. یکی در روز انتخابات است که صندوق ها پر میشه در غیاب افراد، و یک تقلب اصلی و تاثیرگذار بر انتخابات تقلب پس از انتخابات است که در شمارش و در وارد کردن اطلاعات به سیستم است که صفر اضافه کردن، یک نگرانی که شخصا دارین چون این نشانه هایی را بس بایومتریک است. شما وقتی که شواهدی وجود داشت که فردای روز رای گیری هم در بعضی از ولایات افغانستان انتخابات هنوز دوام داشت، خب دستگاه است، شما مال موبایلتان حال شاید نوشته باشه که روز سه‌شنبه ساعت چند، شما میشه دستکاری کنی می دوشم این دوشم بکنی و یک روز پس بندازی. سیستم منوال میتونه که تغییر بکنه به صورت دستی. نگرانی که وجود داره است که اگر دستگاه های بایومتریک تاریخش تغییر داده شده باشه و تاریخ فردای انتخابات به تاریخ روز انتخابات تغییر بخوره، درست. هیچ کس و هیچ نهاد این نمیتوانه تشخیص بده. حتی نگرانی های وجود داشت که شرکت اتصالات که توزیع کننده سیم کارت به تمام دستگاه بایومتریک بود، اینا قرار بود که ساعت 6 صبح روز انتخابات سیم کارت ها رو فعال بکنن، اما در خیلی از ولایات از ساعت 11 بجه شب گذشته سیم کارت ها فعال شد و قرار بود سیم کارت ها فردا صبحش، یعنی آخرین مهلت باشه که اینا برسه به محلی که به اینترنت وصل بشه، درست. اینا غیر فعال بشه. اما تا یک هفته یا 10 روز بعد از انتخابات هم سیم کارت ها فعال بود. خب این امو شبهات ایجاد میکنه و ما حق داریم که نگران باشیم. در این زمان خوشبینی ای است در پاسخ به نگرانی شما که شرکت اتصالات میتونه که بفهمد دستگاه های شناختی بایومتریک چی زمان روشن شده و ازش کار گرفته اگر شده؟ بخواه بله. اگر بخواه بله. اگر بخواه. خب سوال اینجاست که آیا میخواهد؟ آیا کمیسیون میتونه این کار انجام بده؟ خب اگر که تردیدی وجود داشته باشه بله کمیسیون میتونه که شرکت اتصالاتی رو بخواه. اما همین نگرانی فعلا وجود نداره. دو بحث تکنیکی کلان در انتخابات وجود داره. یکی امو رایدهی که فردای انتخابات شده این دستگاه که به صورت دستی میتوانه تاریخ تغییر شده بکنه. شک شما نزدیک به واقعیت است یا میگین شاید ببینید. شده من میگم باشه. که این امکان داره. من میگم وقتی که شما تاخیر در انتخابات ایجاد میکنی این مسئله در همین تاخیر و مدت زمانی که به عنوان وقت اضافه وجود داره همین تقلب ها انجام بشه. من هیچ دلیلی نمیبینم که با این تکنولوژی پیشرفته امروزی شما نتوانی که اطلاعات از یک دستگاه وارد یک سیستم کنی به علت کند بودن اینترنت. کند بودن اینترنت یعنی میگن ریگی در کفش کسایی میتونه باشه. من روی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات تردید داشتم از اول. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات توسط شخص رئیس جمهور و بدون مشورت با سایر کاندیدای ریاست جمهوری انتخاب شده. شمارش آرا پیش از ایناست، دستگاه پیش از ایناست، انتقال مواد انتخاباتی به دست از ایناست و خیلی از مسائل تکنیکی پیش از ایناست. کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات اونها خیلی حتی دسترسی کافی و لازمه به مو سرور و به مو دستگاه هایی که اطلاعات وارد بشه ندارن. درست. آقای تمن، حالا یک نگرانی دیگری است که چرا اطلاعات 3980 محل باقی مانده که حالا باید 3980 دستگاه شناختی بایومتریک باشه تاخیر داره؟ یعنی فکر میکنین که میتونه بخشی از نگرانی های شما واقعیت داشته باشه که دستکاری در درون کمیسیون هم انجام شود؟ در هر دستکاری شده. من فکر نکنم که تقلب نوی بشود.
از تاریخ 6 میزان تا امروز ما حدود 16 روز گذشته. اگر دستگاه تغییر میکرده، اطلاعاتی قرار بوده که جایگزین بشه و این گپا شده. در یکی دو روز که باقی مانده و به تعداد اندک دستگاه که باقی مانده، دیگه تقلب تاثیرگذار. بله، یک رای کلانی در درون این دستگاه میتونه باشه، نزدیک به چند صد هزار رای. خب بله، میتونه باشه. به نظر من این تقلب شده قبلا. اگه قرار بوده دستگاه ها دست بخوره و اطلاعات جدیدی وارد بشه و تاریخ دستگاه تغییر بخوره، اینا قبلا شده به روزهای اول شده. پس چرا این گونه باید تاخیر باشه؟ فکر میکنین در درون کمیسیون و اطلاعات وارد نشن به سیستم خب بانک؟ یک سوال است که امی توجیه نداره. وقتی میگم اینترنت کند است، کند بودن اینترنت نمیدونم. من یادم است که به کمیشنران کمیسیون من پیشنهاد دادم، گفتم که امروز که انتخابات برگزار میشه، شما میشه با 500 هزار دلار با یک شرکت هندی و چینایی صحبت کنین که تمام افغانستان از طریق ستلایت اینترنت بده به یک روز. این کار خیلی به قرن 21 کار بسیار ساده است. اونا میان ستلایت بروی افغانستان، تمام افغانستان پوشش اینترنتی میدند به یک روز. 5 دلار میگیرند، 1 میلیون دلار میگیرند. اما دیگه تقلب نیست که دستگاه آفلاین کار کنه که آنلاین کار کنه. همون لحظه می توانست که به سرور مرکزی تمام اطلاعات جمع بشه. ما درصدی از کندکاری های ما به خاطر از که زمینه مرای گنجشکک باز باشه برای تغییر. روی آرای غیر بایومتریک شورای نامزدان بسیار تاکید گذاشت که اینا به هیچ صورت نباید وارد سیستم بشه و خوشبختانه این مسئله حل شده. دیگه امروز حال بس شما از نتیجه ای که بیرون آمد از کمیسیون و اعلام شد راضی هستین؟ بله. سقف رای که 1,730,000 یک سقف نسبتاً واقعی است. ما قبول داریم، اما خواست جدی ما است که وقتی حدود تا فعلا 500,000 رای باطل شده و دستگاه هایی بوده که مورد سوء استفاده قرار گرفته، محله هایی بوده که رای تقلبی داده شده، همین بود جزایی تقلب در کجاست؟ ببینید، یک نفر قباله یک خانه را جعل میکنه، محکمه قباله را باطل میکنه، حق به حقدار میرسه. اما ای که قباله را جعل کرده که جزا میبینه و چون بود جزایی باقی است. اما نسبت به انتخابات یک نفر 500,000 رای جعل کرده، حالا یک نفر یا 10 نفر یا 20 نفر سایتا، هیچ نگاه قضایی به می افراد وجود نداره. ما قناعت به این نداریم که 500,000 رای کمیسیون مستقل انتخابات باطل بکنه و گپ خلاص است. درست. چه کسانی باعث شدن که 500,000 رای اضافی وارد سیستم بشه؟ 500,000 رای چگونه وارد دستگاه بایومتریک شده؟ 500,000 رای تقلبی چطور وارد صندوق ها شده؟ 500,000 رای چطور تا کمیسیون مستقل انتخابات رسیده؟ اینها تا مورد رسیدگی قرار نگیره، دموکراسی در افغانستان شکننده است. خب امروز آقای نبیل گفته که میشناسه کسایی که پول گرفتن، کیها در صندوق رای سیاه ریختن و از طرف کیها. بیاین افشا کنین که حداقل مردم بدانن. بله، شما عضو این شورا هستید. بله، من خواستم از جناب آقای نبیل که ما نباید مردم در سردرگمی بگذاریم. ما باید بگوییم که می احمد محمود همی کار کرده و این تقلبا را انجام داده که مردم بشناسن. درست. کتمان و پنهان نگه داشتن هویت مجرم کمک به توسعه جرم است در جامعه و این نباید اتفاق بیفته. من باز هم از میتریبیون از جناب آقای نبیل خواهش میکنم که اطلاعاتی که دارن و افرادی که مشخص است ایره معرفی کنن، به خاطر که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان باید رسیدگی بکنن. اگر با اولین تقلب هایی که در انتخابات افغانستان شد از سال 2004 تا کنون با متقلب برخورد جدی جزایی صورت می گرفت، امسال کسی به خود جرأت نمی داد که تقلب بکنه. حال یک نفر تقلب میکنه، میگه من تقلب میکنم، اگر بردم که میبرم، اگر نبردم خیر است به خانه خود میشینم. یعنی تقلب به عنوان یک امر روتین انتخابات حال تلقی میشه و این میتونه که آینده مردم سالاری رو بسیار آسیب بزنه، اعتماد مردم به انتخابات کم بکنه. یعنی بود جزایی تقلب نباید فراموش بشه. و اراده میبینین در درون حکومت یا نامزدا، میان نامزدای انتخابات ریاست جمهوری و کمیسیون رسیدگی به شکایات که مرجع اصلی رسیدگی؟ من نمیبینم متاسفانه اراده. اگر که به نفع مس سلک تقلب شده، خب ما باید پاسخ بگویم. حتی اگه من بیشترین رای بیارم، اما بر اساس اسناد و شواهد کمیسیون 2,00,000 رای از مرا ابطال کرده که تقلب شده به نفعمه، ما ممکنه از لحاظ حقوقی بیام رئیس جمهور افغانستان باشم، اما صلاحیت اخلاقی از این ندارم که رئیس جمهور باشم، بخاطر که من فریبکار هستم. ما با آرای مردم بازی کردیم، من نکردم، پیروان ما کردن و این مسئله باید رسیدگی بشه. متاسفانه ما تقلبکار اجازه میدیم که تقلبش گیر آمد
میره به خانه خود میشینه، اگر تقلبش گیر نیومد میایه وکیل و زعیم کشور میشه. یک مسئله بسیار جدی است و دموکراسی را خدشدار میکنه. درست. چون صلاحیت اخلاقی قضیه میمونه. یک کسی که فریب میده مردمه، نیرنگ میکنه، او چطور میتونه که زعیم یک ملت باشه؟ از فرستادن یک شکایت نامه به شورای امنیت سازمان ملل صحبت شده امروز در شورای نامزدها، چی نیاز است که نامه فرستاده شده به شورای امنیت سازمان ملل؟ با بخشی از موقف شورای نامزدان که امروز اعلام شد موافق نیستم. یعنی تیم تدبیر و توسعه نگاه مستقلی داشت، به خاطر من در شورا نبودم، اما ما در برخی مسائل دیدگاه همسان و همگونی بین ما و تمام کاندیدا وجود داره. در برخی از مسائل ما حق به خود محفوظ دانستیم که هم نظر نباشیم. من روی ارسال به شورای امنیت موافق نیستم. ارجای مسائل داخلی به مجامع بین المللی وقتی که بحث مسائل مثل نسل کشی و این مسائل نباشه منطق نداره. خب بس ما بپذیریم که می انتخابات است با کاستیایش، نتیجه هرچه باشه ما شخصا تیم تدبیر و توسعه نتیجه رو میپذیره، چون با حذف 5 لک یا 6 لک نفر اعتماد نسبی ما به کمیسیون و به روند انتخابات ایجاد شده. بود جزایی قضیه بعد مورد پیگیری قرار بگیره، اما نتیجه رو ما میپذیریم. شاید اولین تیم باشم که ما تبریک بگویم به کسی که برنده شده. برنده میشه. و با این آرایی که حال باطل اعلام شد و کم شد از مجموعه کل آرا، فکر میکنین انتخابات در دور اول پیروز داره؟ من دیشب محاسبه میکردم پیش خود که ما چگونه میتوانیم در این انتخابات به گونه یکی از کاندیداها 50% جمع یک نفر ببره. بسیار دشوار است. بسیار دشوار است که یک کاندید به تنهایی بتونه نیمی از آرا به اضافه یک نفر ببره و تمام کاندیداهای دیگر کمتر از او ببرن. نمیدونم. من بعید میدونم که به دور اول ما به نتیجه برسیم. و رفتن انتخابات به دور دو افغانستان توانی برداشتنی بار داره فکر میکنم؟ خب دو مشکل کلان وجود داره. یکی بعد مالی قضیه است و یکی پیشبینیهایی که شده که انتخابات به دور دو به برج قوس برگزار میشه. بله. خب برج قوس همین حال خیلی از مناطق افغانستان به نسبت سرد سیر بودن نمیتوانند که رای بدن به میدان بیایند و چی کنند. به مخاطر ای بیم وجود داره که به دور دو هم اگه بره ای باز بمانه به برج حمل و ثور، باز تداوم یک حکومتی که بله. از اول جوزا یک بار نامشروع شده و باز ای برز انتخابات دوباره یک بحران مشروعیت بسیار جدی در کشور ایجاد میشه. درست. کمیسیون شکایات سرگرم بررسی و شکایت های انتخاباتی است. آقای تمنا، از جریان کار این نهاد اطلاعاتی به شما میرسه؟ در جریان هستین؟ چقدر کارا خوب پیش رفته در این نهاد و چقدر داره مستقلانه و بی‌طرفانه عمل میکنه؟ تا جایی که من صحبت کردم امروز کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی، فعلا شکایت های جدی نیست. شکایت های جدی فقط برای ابطال آراست، برای جایی که تقلب شده. اصل شکایت ها بعد از اعلام نتیجه ابتدایی است. که نتیجه ابتدایی که اعلان بشه، او وقت طبیعتاً کار کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی بسیار زیادتر خواهد شد. شواهدی که فعلا وجود داره همین شواهد بوده که منجر به ابطال آرای تقریباً 500 هزار رای شده. من شخصاً کار کمیسیون شکایات انتخاباتی را تقدیر میکنم. خوب کار میکنن، شبانه روزی کار میکنن. طبیعی است که در برخی از جاها اگه کمکاری صورت گرفته، نفوذی صورت گرفته از طرف این دو تیم حاکم بوده، نمیشه کتمان کرد. ولی بر صورت به صورت نسبی بله خوب انجام دادن کار. ولی چرا دو تا تیم حاکم همواره متهم باشن به انجام تقلب و دستبرد در انتخابات و دادن رشوه، گرفتن رأی سیا و اینا؟ نامزدهای دیگر پاک هستن، هیچ کاری انجام ندادن در... خب چند مسئله وجود داره. اول که امکانات مالی که نزد این دو تیم بوده را هیچ کاندیدای دیگه نداشته. دوم والی از ایناست، قمندان امنی از ایناست، رئیس کمیسیون انتخاباتی که در اون ولایت است از ایناست، پرسنلی که نهادهای امنیتی، نهادهای اداری هم به دست از ایناست. و طبیعی است که اینا از طریق قدرت حکومتی خود نفوذ کردن برای از اینکه مردم رو بیارن به سمت صندوق های رای، از منابع مالی خود استفاده کردن. من نمیگم هر دو تیم به یک اندازه، ولی به هر حال هرچه که بوده منابع مادی، نفوذ، منابع اداری و بروکراتیک و افرادی که در ساختار قدرت حضور دارن متعلق به یکی از دو تیم هستن.
از اون لحاظ خوب طبیعی است که ما یا سایر کاندیدا نمیتوانیم این نفوذ داشته باشیم. این دو تیم بیشترین امکانات به دستشان بود. از اون نظر آقای نبیل امروز هشدار داد از دیدارهای پیهم دو تا نامزده که در قدرت هم هستن، رئیس جمهور، رئیس اجرایه، با کسایی که به قول آقای نبیل تفنگ سالارا و جنگ سالارا و اینا، و یک نوع آمادگی برای رویارویی با یک دیگر بر سر نتیجه انتخابات. اگر چنین شود کجا میره افغانستان؟ من پیش بینی میکنم که در هر صورت این دو تیم پیروزی همدیگر نمیپذیرند. یعنی به انقدر از بلوغ سیاسی افغانستان هنوز نرسیده که ما باخت در عنوان یکی از قواعد بازی سیاسی بپذیریم. کارهای خواهد شد. من نمیگم مثل انتخابات 2014 میشه و کشور به بحران میره، اما طبیعی است که مشکلات فراروی افغانستان ایجاد خواهد شد، به ویژه در کابل. کم وضعیت اضطراری در کشور شاید ایجاد بشه که شایسته افغانستان نیست و این دفعه جان کری هم نیست که بیایه و بین دو تیم. سوال بعدی هم بود که نیاز داریم به یک جان کری دومی که بیایه و خب پیش بینی دشواره، اما ما اگر بگیم اگر نیاز بشه، آمریکایی‌ها نخواهند آمد. و جایگاهی که ما در سال 2014 برای آمریکا داشتیم، حال نداریم. یک، دوم، مسائل افغانستان کم کم از اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا خارج میشه. دو، و مسئله سومی است که امریکا به این نتیجه رسیده که حفاظت از دموکراسی و مردم سالاری مهمتر از حفاظت از اشخاص است. لذا من فکر میکنم که هر کدام از کاندیداها که از دل صندوق به در بیایه، ایالات متحده امریکا با او خواهد بود. و برایش مهم هم نیست که کدام یک از کاندیداها پیروز میشه، چون دل خوش از هیچ کدام نداره. خیلی خوشایند بود که از کاندید سوم بالا میامد، نه از این کسانی که حکومت وحدت ملی تشکیل دادن. اما بر صورت هر کسی که بیای، امریکا در کنار از او خواهد بود، اما جامعه جهانی او توجهی که به افغانستان داشته نخواهد داشت. بر ماست که از این حال خود بزرگان افغانستان، سیاسیون افغانستان، یک تر داشته باشند. من روز ملاقات داشتم با یوناما و حدود 8 سفیر خارجی به شمول ایالات متحده آمریکا و بریتانیا و نگرانی خودم مطرح کردم به اونا که اگر در کشور مشکلی ایجاد بشه، همین نهادی که به این مشکل رسیدگی بکند کیست؟ در سال 2014 به هر حال دولتی بود، دولت آقای کرزی بود و این هر دو بزرگوار بیرون از حکومت بودند. اما اکنون که هر دو شریک قدرت هستند، همین چه کسی مشروعیت رسیدگی به مشکل انتخابات داره و چی نهاده؟ نهادهای بین المللی تا چی حد؟ به هر حال یک برنامه و یک پلانی باید توسط جامعه بین المللی به وجود بیاید و توسط سیاسیون افغانستان، سیاسیون غیر حکومتی به شمول شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که اینا بنشینن و در صورتی که مشکلی ایجاد بشه، ما نباید بگذاریم که افغانستان به عقب باز کرده. ولی شما سازمان ملل متهم ساختین که در صف یکی از نامزداست. بله، سازمان ملل متحد اعلامیه داد که به وقت خوبی نبود. دقیقاً وقت اعلامیه داد که آرای یکی از تیم‌ها در کمیسیون رو به افزایش بود به شمارش، و او وقت گفت درباره اعلامیه داد و هیچ گونه وضاحتی درباره آرای بایومتریک و غیر بایومتریک ارائه نداد. ملاقاتی انجام شده بود چند وقت پیش و سازمان ملل خیلی علاقمند بود که اول که سازمان ملل با عنوان یک نهاد بی‌طرف باید در راستای صلح و تحکیم دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان کمک بکنه، اما متاسفانه یکی از کارهایی که یوناما در کابل کرد بس تأکید داشت که ما به سمت بایومتریک نرویم. از اوایل انتخابات که ما یک جنجال بسیار کلان داشتیم که چرا ما به سمت رأی‌گیری بایومتریک نرویم. و دومین مشکلی که داشتن، تا حال هیچ موقف شفاف نگرفته یوناما که ما رأی بایومتریک رو غیر بایومتریک کدامش درست است. البته اعلامیه پسینش استقبال کرد از تصمیم کمیسیون بعد از اینکه ما بعد از اینکه ما واکنش نشان دادیم. یوناما وظیفه‌اش حفاظت از مردم سالاری و مردم افغانستان است، نباید از هیچ تیمی طرفداری بکنه. و امیدوار هستم که یونامای فیلی آقای یاماماتو مثل سایر رؤسای قبلی کماکان بی‌طرفی خود را حفظ کنه. سپاسگزار از حضور شما در برنامه. دکتر فرامرز تمنا، نامزد انتخابات ریاست جمهوری. آقای دکتر محمد قاسم الیاسی، عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی با من است و از ایشان در مورد رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی و چگونگی کارهای این کمیسیون تا اینجای کار می‌پرسیم. خیلی خوش آمدین آقای الیاسی. تشکر. سلام و ادای احترام دارم به محضر بینندگان محترم. تشکر می‌کنم از برنامه خوب شما. در کجای راه هستین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه فردا ما یک پرس کنفرانس هم داریم. دلیلش هم می است که تقریبا در روزهای آخر فیصله های کمیسیون ولایتی شکایت قرار داریم. درست. یعنی همو 15 روزی که برای از اونا 15 روز کاری که بود، فردای 15 روز کاری را ما تی یک کنفرانس مطبوعاتی با مدیا و رسانه ها و مردم شریک می سازیم که خوشبختانه اونا توانستن با موفقیت در همین مدت به بهترین وجه و با دقت تمام به فیصله های ولایتی خود دست پیدا کردن و عملا بخش استناف خواهی شروع شده که البته از دو لحظه ای که تصمیم از اونا برای شاکی یا کسی که علیشون شکایت شده ابلاغ میشن، اونا حق دارن تا 3 روز باید استناف خواهی کنن. البته ما باید در همین جا می پیام را عرض کنیم که اگر کسی که علیه شکایت شده مشتکا علیه یا کسی که شاکی است، چنانچه اگر از فیصلهای کمیسیون ولایتی ناراضی باشند و از این 3 روز برای درج اعتراضشان استفاده نکنند، در واقع حقشان ضایع میشه. چه زمانی پایان یافته رسیدگی کمیسیون های ولایتی شما؟ خب این متفاوت بود در جاهایی که شکایت کمتر بود، خیلی زودتر تمام کرده بودند، ولی تقریبا فیصله ها به تمام ولایات نهایی شده و 3 روز فرصت در اختیار هر دو طرف گذاشته شده. 3 روز، البته این 3 روز که است از همون لحظه ای که نا تصمیم را ابلاغ میکنن به طرف میرسه، ابلاغ که دریافت میکنن از همون لحظه اونا 3 روز وقت دارن. یعنی قسم نیه که مثلا چون همی 15 روز حد اکثرش که از فردا یا پس فردا تمام میشن، اینا 3 روز آل بیاین. اگر چنان چه ابلاغیه آل ده دستشان رسیده، آل میتونن تا 3 روز بیاین درش کنن. پس باید اگر استناف خواهی هایی هم شده باشد. بله بله، حدودی تقریبا 50-60 دوسیه استناف خواهی ما داشتیم که امروز من خودم رفتم در بخش تحلیل و بررسی از نزدیک می رو مشاهده کردیم که داشتن کار میکردن رویشان. و فیصله های کمیسیون ولایتی ما بسیار فیصله های خوبی بوده. اگر درست. فرصت است نمیتونم با جزئیات شریک کنم، اگر نیست خیر است بمانه. بله بله، ما از مجموع 4500 تا شکایتی که داشتیم، البته در کابل و ولایت ها ولایت در 4500 خورده ای که داشتیم، حدود 3531 مورد شکایت هایی بود که در موردش تصمیم گرفته شده. درست. یعنی متباقی از اون شکایت هایی بوده که در واقع به نوع دوچار یک مشکل بوده. 1755 تا شکایت از شکایت هایی بوده که رد شدن، اسناد و مدارک کافی نداشته، یعنی قابل رسیدگی نبوده از طرف اسناد کافی نداشته، رد شده از طرف چی؟ درست. و حدود 477 تا شکایت از شکایت هایی بوده که توصیه به اقدامات اصلاحی در موردشان شده و حدود 1619 تا شکایت یا محلاتی هست که در واقع به نوع نیازمند با شماری هست. و موارد دیگری هم که جریمه های نقدی هست، چون وقت بیشتر میگیره بازی را آل فعلا فکر کنم فرصت نیست همین میزان. 1619 شکایت از شکایت هایی که در مورد محلات بوده که اینا نیازمند با شما به اندازه شکایت ها محل هم بوده. یعنی 1619 محل یا یعنی محل شکایت؟ نه شکایت، یعنی 1919 شکایت از شکایت هایی بوده که در واقع در مورد محلات بوده که این محلات نیازمند با شماری، اما اینکه چه تعداد محل هسته بله. او جنبندی نشده در هنوز یعنی ما در اینجا مشخص نیست که چند نیستیم، لکن مشخص هم هست و بازشماری انجام شده در فقط در قسمت بازشماری. ما امیر قبلا هم گفتیم که در همین قسمت در همین کمیسیونای ولایتی متاسفانه از طرف رهبری خود هدایت نگرفتن. چند بار ما رو گفتیم و معضله ایم که در این قسمت وجود داشت همی بود که کمیسیون مرکزی گفته بودن که ما هم یک سری محلات را داریم که نیازمند بازشماری میشه، برای اینکه چون ما و شما یک خاطره بسیار تلخی را در پارلمانی هم داشتیم، همی دو بار سه بار نرود، یک بار همی مجموعه از اینا، چی اونایی که ما داریم تصمیم دربارشن، چی اونایی که شما کمیسیون های ولایتی تون یا کمیسیون مرکزی فیصله میکنه، که یک دفعه سراغ از امو مثلا ولایات یا بالاخره امو ولایت بریم که امو محلات و مراکز نیازمند باش شماره. شما ولی دیگر فیصله ها کلا نهایی شده، مکتوب ها زده شده. درست. و بالاخره در موقع و زمانش، یعنی به برخی از شکایت ها دفتر مرکزی هم رسیدگی کرده در کابل. نه نه، منظورم این بوده که شما چگونه محلاتی را تشخیص دادیم که باید شمارش شود یا باز شمارش شود؟ در هر ولایت میدونی از باب نمونه مثلا اطلاع میرسه برای
چی کمیسیون شکایات ولایتی که فرض ایندهی ولسوالی و ایندهی مرکز انتخابات برگزار نشده. بله. یا مثلا تعداد مشارکت در اونجا بسیار پایین بوده، فرض میگیریم 50 نفر بوده ولی نشان میده که آرا تقریبا 1000 یا 500 است، طبیعتا در مورد ازو فیصله میشه که به باشماری بره. ولایات ما که فیصله کرده که به باشماری بره، این مکتوب میزنه به کمیسیون ولایتی، کمیسیون مستقل انتخابات. درست. و اینا بلافاصله باید اقدام کنن برای باشماری، چون اصل باشماری مال اوناست ولی فیصله و نظارت مال ماست. بعد ای را که اونا موافقت به این دلیل نکرده بودن که به کمیسیون مرکزی که تماس گرفتن، باز اینا گفتن که اکثر صندوق های دیگر ما از طریق دیتا انتری که کدوم آرا با انتخابات کمیسیون انتخابات. درست. گفته بنابراین یک قسم شود که یک چند مدت به تاخیر بندازین تا می دیتا وارد دیتا انتری شود و آرای بالاخره بایومتریک از غیر بایومتریک تشخیص شود، که ممکنه ما هم در امو محلات یا مراکز صندوق های وجود داشته باشه، معلاد وجود داشته باشه، نیازمند باشماری از طرف کمیسیون هم باشه، چون اونا میتونن بالاخره با باشماری ببرن. بنابراین به خاطر که دوگانه کاری نشود و دوباره ما سر صندوق قانریم، فقط همین موضوع باقی مونده و دیگه فیصله ها کلا تطبیق شده و بالاخره البته بازم من عرض میکنم که فیصله های ولایتی در صورتی که استیناف خواهی نشود نهایی است. ولی اگر استیناف خواهی شود نهایی نیست، که باز یک فرصت دیگری است که میشه به کمیسیون مرکزی مرحله استیناف خواهی اینجا در کابل بررسی میشه. بله بله، یقینا در دفتر مرکزی بررسی میشه تمام و یک مدت مشخص هم داره. بله، 3 روز اینا حق استیناف خواهی دارن از لحظه ای که ابلاغ میشه برایشان. بعد از 3 روز حد اکثر 15 روز کاری کمیسیون مرکزی، یعنی باید به کلیه استیناف خواهی ها و استثنایی ها رسیدگی کنه. بسیار خب، پیش از فیصله های نهایی شما، کمیسیون شکایات های کمیسیون مستقل انتخابات باید نتیجه ابتدایی را اعلام بکنه یا انتظار فیصله های شما باید خب در باشه؟ قانون انتخابات این قسم نیامده که مثلا یعنی این مدت 37 روز ما هم دفترهای مرکزی هم دفترهای ولایتی کمیسیون شکایات رسیدگی کنه، بعد از اون نتایج ابتدایی اعلام شود. در قانون انتخابات این قسم نیامده. در عرض ازی میتونند مثلا اینا در امو زمانی که تقویم خودشان تعیین کردن 27 میزان اعلام کنند، با این تفاوتی که ما نسبت به روز انتخابات هم امو 37 روز در نظر داریم، نسبت به روز نتایج ابتدایی که دوباره با شکایت درج میشه همین مراحل تعیین میشه، باز ما 37 روز دیگر ما در قانون انتخابات وقت داریم. ولی اگر این فیصله های ما تطبیق میشد، مثلا مثل باشماری، مثلا مثل آرایی که بعضی محلات را که حکم به ابطالش دادن یا بالاخره به اعتبار شناختن، یا آرا سر از نصارت تشخیص داده شود، چون فیصله ها به صورت متفاوته، اینا اگر تطبیق میشد وقتی نتایج ابتدایی اعلام شود، این نتایج ابتدایی خیلی نزدیک به نتایج نهایی خواهد بود. یعنی تفاوت اساسی در این نکته است. ولی اگر این فیصله های کمیسیون شکایات تطبیق نشود، اینا نتایج را در نتایج ابتدایی را اعلام کنند، چون اینجا شکایت و اعتراض ها. بعد نسبت به نتایج ابتدایی اکثر شکایت ها و اعتراض می آید، مجموع فیصله ها باز در نتایج نهایی که تطبیق شود اعلام شود، یک تفاوت میان این نتایج ابتدایی و نهایی خواهد بود. نهایی تفاوت زیاد دیده میشه. بنابراین اگر تأخیری در کار اعلام نتایج نخستین نباشه، فیصله های شما تطبیق نشده میمانه. بله بله، اگر تاخیر نباشد، یعنی فیصله های ما فیصله شده ولی تطبیقش که باید تطبیق شوه مثل باشماری و مسائل دیگه احتمالا باقی بمانه، که چون کمیسیون اگر با باشماری میرفت ما مشکل نداشتیم، بله خونا به خاطر گفتن که یک چند مدت به تاخیر. درست. فیصله هایی که از طرف کمیسیون صورت گرفته و میتونه تاثیر داشته باشه بر نتیجه انتخابات، که ابطال است و بازشماری و به اعتبار ساختن یارا، اینا چقدر زیاد بوده در میان 3531 تصمیمی که شما گرفتید؟ تقریبا هست، البته با تفاوتی که این شکایات عرض کردم که تصمیم های ولایتی تصمیم های نهایی نیست. نهایی نیست. بله. ولی بازم ممکنه در حال تغییر باشه با توجه به این قضیه. مثلا ولی اگر استیناف خواهی نشوه نهایی است دیگر برخی از اینا. اگر نشوه مثلا 58 محل را در اینجا ابطال گرفتن، طبیعتا اینا محل از مواردی هست که میتوند چی کنه. در مورد باشماری یقینا تغییرات به وجود میره، اگر همی 1619 در واقع محل را در نظر گرفتن اینجا، تعداد محلات که آره محل را، خب طبیعتا اینا یک تغییرات را به وجود خواهد آورد. ولی بازم با توجه به این تاکید مسئله که این فیصله نهایی نیست، یعنی در صورتی که استیناف خواهی نکنن، وگرنه نهایی است که به باشماری باید بره، تغییرات به وجود میاره. درست. آیا
جنبه های جرمی هم داشته؟ بله. شکایاتی که بله بررسی شد، یعنی آیا ما کسایی را شاهد خود بودیم که پای نهادهای عدلی و قضایی کشانیده شوند، پاسخ بگویند و سرانجامشان به زندان بکشند؟ در فیصله های ولایتی تقریبا آره مواردی هست، جرمی هم هست، اما باز با توجه به این قضیه که مسئله جرمی یک مسئله بسیار حساس است و یقینا غالبا یا شاید بتونیم بگیم 90% جرمی ها حتما استناف خواهی میکنن، برای اینکه مسئله مسئله جرمیه، چون اگر استناف خواهی نکنه اما فیصله ولایتی مستقیما اعمال میشه. با توجه به این قضیه در همین قسمت ما فعلا اظهار نظر نمیکنم، ولی در بینشان مسائل جرمی هم دیده میشه و آدمای یا شخصیت های بزرگ و حکومتی و غیر حکومتی هم میتونن شامل باشن. خب اگر جرمی بود دیگه عاملش هر کسی باشد باشد دیگه، فرق نمیکنه. وقتی اگر جرمی بود یعنی میتونیم بگیم کارمندان حکومت، کمیسیون یا طرفداران نامزدا بیشتر؟ ممکنه هر کسی باشد، ممکنه هر کسی باشد، بله در این قضیه بله ممکنه هر کسی باشد. آقای الیاسی، آلی مردم بسیار انتظار دارن از شما که یک نوع عدالت آیا در نظر گرفته شده یا نشده، یا میشه یا نخواهد شد. چی اطمینان میتونین بتین به مردم؟ آیا هدفی است که آیا مردم چشم بسته اعتماد بکنن به کارکردهای شما یا بین شک هم داشته باشن؟ یک نکته را من این واژه بسیار خوب به کار برده، چشم بسته یقینا نه، و انتخابات واقعا یک برنامه ای هست که همه کسایی که زی دخلن و به خصوص مردم شریفی که با پای صندوق های رای رفتن میتونن کمک کنن به لحاظ روانی، به لحاظ دیگه، ما را که بالاخره ما بتونیم با یک روحی قوی تر ظاهر شویم و بالاخره در فیصله های خود بسیار جدی تر رو باشیم. و از طرف دیگر ما اطمینان میدیم، یعنی اعضای کمیسیون اطمینان میده که آن چیزی که در دست ماست، ما روز اول هم گفتیم در چارچوب قانون طرز العمل رفتار میکنیم و واقعا پای از این قضیه هم یقینا استاد هستیم. ما گاهی یک ضرب المثل را به کار میبریم، میگیم جوجه را آخر پاییز میشمارن، گرچه در افغانستان زیاد معمول نیست. یعنی معنای از این ضرب المثل این است که ما ببینیم که نتیجه ابتدایی و نتیجه نهایی چی میشه. هنوز زود است به نظرم که ما بیاییم بالاخره انتخابات را بگیم که بهترین انتخابات بود، ما یک قسم درست. باید ما امتحان خوب پس بدیم، یک واقعیت مطلب است خوب، و زمانی که اگر بتونیم در نتایج سرر از نصاره تشخیص بدیم، اما معیارهای حقوقی که لازم است او رو به کار بگیریم، مگر یک نتیجه مطلوبی از این برآمد، طبیعتاً بالاخره در اون صورت ما میتونیم که ما با متعهد اطمینان خود عمل کردیم، و در غیر صورت ممکنه عمل نکرده باشیم، اما اطمینان خاطر میدیم تا بالاخره به اندازه توانایی خود که تعهد کردیم در چارچوب قانون طرز العمل ما در خدمت مردم هستیم تا بتونیم عدالت تامین بسازیم. آیا کمیسیون شکایات زیر فشار حلقه یا حلقه هایی تا فعلا قرار گرفته؟ خوشبختانه اصلا نه، مگر اینکه بالاخره از طریق رسانه ها، خوب شما گاهی میبینین که وقتی میشنویم که میگه بالاخره یک تیکت میگه من برنده ام، تیکت دیگه من برنده ام، یا بحث های آرای بایومتریک و غیر بایومتریک در میان میاد، بله حاضر روانی خوب بخوای نخوای اینا تا حدودی تاثیرگذار هست، یعنی ما نمیتونیم بگیم که اصلا نیست، ولی واقعتش از طرف تیکت ها تا همین لحظه را هیچ یک از اعضای کمیسیون شکایات را حداقل ما به این باور هستیم که الحمدلله تحت فشار نبودن هیچ کدومشان، و هنوزم که دیدارهای شخصی داشتین با نامزدا؟ نه خوشبختانه نه، اصلا نداشتیم، مگر اینکه بالاخره در رسانه گاهی میایم بالاخره با اونا مثلا در رسانه میبینیم که اونا پیش از ما صحبت یا بعد از ما، ولی خوشبختانه با هیچ کدومشان صحبتایی نداشتیم، با اونا تا هنوز کسی بالاخره در این قسمت پیش قدم هم نشد. یادم از در روزهای اول یا دو روز بعد از روزی برگزاری انتخابات شما گفتین که بیشترین شکایت ها در مورد روز انتخابات ثبت شده، بله. که میتونم مشکلات مدیریتی برگزار کننده انتخابات باشه، نهاد برگزار کننده انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات است. کسایی یا کسی در فیصله های شما محکوم شده به سوء استفاده از صلاحیت، عدم مدیریت درست، یا هم کاربرد تقلب به نفع کسی یا کسایی؟ خب در فیصله های ولایتی شاید چیزایی دیده شود، ولی بازم ما بارها عرض کردیم که چون ما یک محکمه انتخاباتی هستیم، در محکمه انتخاباتی دقیقا شبیه محاکم دیگر،
بگذاریم کمی فیصله ها نهایی شود. اگر ما حالی بالاخره بگیم همونطور که دیگران متهم به پیشتاوری میکنیم، خودمان به نوعی بالاخره به نوعی پیشتاوری میکنیم، فیصله های استیناف خواهی هم بالاخره تمام شود و اون موقع بالاخره با رسانه ها یقینا شریک خواهد شد. درست. ولایت هایی که استیناف خواهی نشده، یعنی سه روز پایان یافته، کسی استیناف خواهی نکرده، فیصله هاش نهایی است. شما انتظار میکشین تا زمان که تمامی ولایت ها سه روز استیناف خواهیش پایان پیدا بکنه بعد اعلام کنین، یا نه چند ولایت هم میایین یک بار اعلام خواهد شد، چند ولایت یک بار به این شکل؟ نه نه نه، استیناف خواهی در قسمت استیناف خواهی به مجرد که دوسیا ولایت ولایت کار میشه، خب همین دوسیا که اون مراحل تصنیف شه، مراحل اسناد و مراد داریکش برسیم تحلیل حقوقی میشه، پیش کمیشنر ها میه، پیش کمیشنر ها که آمدن باز ولایت به ولایت را دوسیا را خوانده و فیصلت کرده، وقتی فیصله میکنن ابلاغیش را میدن به تدریج. ما جمع نمیکنیم که همه ازیار بال یک دفعی. گرچه درسته که در انتخابات ریاست جمهوری کل افغانستان یک حوزه رای گیری است، اما ولایت به ولایت فیصله میشه. در تطبیق از او حالا در او قسمت ببینیم اگر ظرفیتی بالاخره در او کمیسیون در او زمان این فرصتی از این کار بوده که ما میتونیم که دم بدم ولایت به ولایت برای تطبیق بفرستیم که کارم تو زودتر حل شده بره. دکتر محمد قاسم الیاسی، عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، از حضور شما سپاسگزارم. تشکر. آقای عبدالعزیز ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، اینجا با من است و ازشان میپرسیم که آخرین تازه های انتخاباتی در کمیسیون چی است، چی میگذره؟ به نام خدا و سلام به شما بینندگان محترم. شما در جریان هستین تا ساعت 2 بعد از ظهر ارقام به 1,300,000 معلومات بایومتریکی که شامل تصاویر 3D رای دهندا، انگشتان دستش، تصویر استیکر و تذکریش بود که انتقال داده شد و اکنون معلوماتی که به ما دست رسیده 1,488,000، یعنی تقریبا 20,000 کم، 1.5 میلیون معلومات بایومتریکی در از دستگاه های بایومتریکی به سرور انتقال داده شده و همکارای ما دسته شفت کاری بدون هیچ نوع وقفه کاری کارهای خود انجام میدن. ما به شدت کارهای ما جریان داره که به روند انتقال معلومات بایومتریکی به سرور خود نکته پایانی بگذاریم. بسیار خوب. چرا امروز احتمال تاخیر به میان آمده؟ خب در اعلام نتایج چون 4 روز موضوع روند انتقال با مشکل مواجه شد، سرعت به حد نبود تا ما با احزاب جناح های سیاسی، نماینده های کاندیدای محترم ریاست جمهوری، نهادهای ناظر، همشان به توافق به خاطر رای بدیل، یعنی پلان بی خود، یا پلان بی خود ما برنامه ریزی کردیم که خوشبختانه در امانگی با کمپین دراماولوک از شیر فولدر یا نتورکی که منظم کردیم این سرعت بخشید به کار. خوی تقریبا 3 تا 4 روز این پروسه ما را به مشکل مواجه ساخت، اما تا آخرین حد تلاش میکنیم که با تاریخ 27 باز هم احتمال از این بعید نیست که این به تأخیر اعلام شد. 1.5 میلیون اطلاعات رای دادگان که وارد سیستم شده، شما میگین چندین مرحله را گذرانده آرای بایومتریکی است که از میان 1,700,000 رای که چند روز پیش اعلام شد از میان اینا تصفیه شده، درست؟ تصفیه نشده. ما یک ظرافت گپ بگویم که تصفیه شده. بفرمایید. 1,737,084 87 رای که گفتیم از جمله 26,586 محله که بوده، 22,588 محلش امی ارقام بوده. این تعداد رای دهندای بایومتریکی بوده که بالاتر از 3,900 محلش بعض باقی مانده، در قرنطین بوده، بعضش به زودترین فرصت نکته پایانی داده میشه. این در مجموع آرای بایومتریکی بوده، درست. اما این معلومات است که انتقال داده شده. این معلوماتش چی است؟ تصویر شخص به شکل 3D است، انگشتان دستش معلوماتش، تذکره و استیکر بود معلومات که 3 یا تا 4 گزینه‌ای که بوده انتقال داده شده. او در مجموع آرای بایومتریکی بوده از جمع 2.7 میلیون. بله. ما اعلان کردیم. بله. گزارش داده شده مجموع آرای بایومتریکی از محلاتی بود که شما گفتین 20 چند هزار محل، درست؟ بالاتر از 3,900 باقی مانده. بله. و 1.5 میلیون رای که میگین شما وارد شده به تازگی، ای از میان 1,700,000 و چند رای در مجموع آرای. بله. روز انتخابات است. این هنوز معنای موضوع 1.7 میلیون که نزدیک به 1.8 میلیون که است، این نهایی نیست. درست. هنوز 3,900 محل باقی مانده. 1.5 میلیون نهایی است.
خب یعنی پروسه ادامه داره، یعنی پروسس شده، مراحل سپری کرده، درست مراز... بوده، تکرارش بیرون شده. این معلومات است. خب بعدا معلوم میشه که چقدر مجموع آرای بایومتریکی ما داریم، بعد از او باز آرای استفاده شده و آرای غیر استفاده بایومتریکی با هم مقایسه میشه، باز او حالت آرای غیر بایومتریکی ابطال میشه، مستقیم مطابق قانون ابطال میشه، آرای بایومتریکی میمونه. آرای بایومتریکی هم باز تصفیه میشه. درست. آرای بایومتریکی نوم چهار اصلی که هست در مجموع که اول، پس تو هنوز کار تصفیه آرای بایومتریک آغاز نشده. آغاز نشده. هنوز روند انتقال پایان نیافته. درست. معلومات به سرور. درست. سرور تشخیص میده که 7 صبح انتخابات آغاز شد تا 5 عصر. بله. پیش از این بایومتریکی نشده باشه، بعد از 5 نشده باشه، تصویر اطفال نبوده باشه در به شکل تصویر تذکره گرفته نشده باشه، این معلومات با انگشتایش تکراری نبوده باشه، خود از این دوپلیکیت هم بشناسه، تایمش هم مشخص میکنه. خب مراحل تصفیه آرای بایومتریکی است که شما دارین میگین که هنوز آغاز نشده. آغاز نشده و این اصول است. بعد از این آرای بایومتریکی که مشخص شد، مثلا مثالش یک تقریبا 2 میلیون، این 2 میلیون باز خودش تصفیه میشه. باز از او بر ما آرای بایومتریکی که اون مشخص هایی که در طرز العمل های ما آمده او به ما ارجیه با این وجود دارد. احتمال تاخیر تقریبا میشه بگوییم که اتمیست، دیگر کار بیشتر زیاد باقی مانده. خب اینو بگذاریم باز هم، اما باز هم باز اگر موارد بود، چون ما شفافیت فدای سرعت نمی کنیم، بر ما شفافیت مهم است. آنچه تعهد کردم کمیسیون رهبری کمیسیون مستقل انتخابات که برای کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر احیای مجدد اعتبار اعتماد مردم نسبت به پروسی میلیشن که متاسفانه در انتخابات های گذشته خیلی صدمه دیده بوده، ما میره تلاش میکنه، رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، همکارای ما همشان شبانه روزی تلاش میره داریم که اعتبار دوباره مهیا شود. آقای ابراهیمی، 3980 محل باقی مانده کجاست؟ بعضی از بایومتریکی های ما معلوم به قرنطین رفته. چقدر از 3980؟ تقریبا معلومات که است احتمالا از 2000 بالاتر بوده باشه. بیش از 2000 دستگاه شناخت بایومتریک رفته به قرنطین. بله. بعد از اینکه رهبری کمیسیون در این رابطه تصمیم گرفت، باز این معلومات در صورتی که اگر مطابق طرز العمل ها لوایح ما مواردش به حساب ضرر نرسانده بوده باشه به پروسه، او مستقیما به انتقال داده میشه معلوماتش به سرور عمومی. چی میشه که قرنطین میشه دستگاه شناخت بایومتریک؟ یعنی شکایتی وجود داره یا شکایت می باشه مثلا شکی وجود داره یا عوامل دیگری؟ قرنطین چند مواردش بوده که مطرح هست. یکی از مواردش که روز گذشته هست ولایت پکتیا یک کارمند ما تدارکاتی ما خدماتی ما همون تقریبا 9 ازدی کارت با خود داشت، با خود داشت مثلا دو حالت که ناظرین را مورد بود، او قرنطین شد، مستقیم در قرنطین رفت، یا دستگاه بایومتریک که شکسته بوده باشه، یا موارد دیگی که در طرز العمل ها پیش بینی شده، این موارد مستقیم به قرنطین میره که باز با جزئیات میشه کمکارای شما بیاین فردا با امرشان مشخص خواهیم کرد. بقیه دستگاه ها کجاست؟ چرا اطلاعات این دستگاه ها وارد بانک نشده تا هنوز؟ از کدام دستگاه؟ دستگاه باقی مانده. خب پروسه جریان دارن هنوز دیگه، شما در جریان هستین میبینین. یک هفته است که دستگاه باید وارد خب میشدن. 3-4 روز شما شاهد هستین که پروسه بطی بود، مشکلات داشت از لحاظ تخنیکی. بله 3 روز شده که حل شده مشکل و گزینه دومی روی دست گرفته شد. شام گذشته روان ادامه پیدا کرد. چند دستگاه از اون زمان تا حال اطلاعات خود تقریبا اینمی 1.5 میلیون که شما که مجموع هدف ما از میان 3980 محلی است. بله. که باقی مانده چند تا از این محلات ای ارقام یا دستگاه ها وارد جریان داره. فردا آخرین ارقام معلومات امروی شما شریک خواهیم کرد که به چی پیمانه انتقال احتمالاً تلاش همیست، چون نظر به ارقامی که به ما رسید حاله که 1,488,000 معلومات به این درک انتقال داده شده، احتمالا به 3 شفت کاری که همکارای ما کار میکنن خواب ندارن به خاطر پروسه میلیشان، احتمالا فردا تا نقطه شب امکان داره که بیشتر از این تقریبا بالاتر از 90% به پایان برسه. خدا نگهدار.